هوشیاری مله های پاکستانی محمد تقی عثمانی مفتی مشهور پاکستانی میگه که جنگ علیه دولت پاکستان شوریش و حرام است سلام بر شما 25 جنوری و 5 است. در حالی که طالبان پاکستانی با یک تهدید بالقوه برای دولت آن کشور مبدل شده و حملات خود را در نقاط مختلف پاکستان افزایش داده است محمد تقی عثمانی مفتی مشهور پاکستانی روز دوشنبه 23 جنوری با صدور فتوای هر نوع فعالیت مسلحانه علیه دولت پاکستان را شورش و حرام و مخالف قوانین اسلامی عنوان کرده است این در حالی است که در روزهای گذشته شمار زیادی از ملاها و مفتیهای پاکستانی جنگ در برابر نیروهای امنیتی و حکومت این کشور را حرام مطلق انوان کرده بودند این همان ملاهایی هستند که در سالهای اخیر حکم جهاد در افغانستان صادر میکردند و شمار زیادی از اعضای طالبان را تشویق میکردند که خودشان را در افغانستان بترخانند اکنون ما در کشور خودشان هر نوع فعالیت ضد دولتی را حرام مطلق انوان کرده است او در سخنرانی در کنفرانس مقابله با افرادگرایی خوشنط آمیز گفت که تحریک طالبان پاکستانی یا تی, تی پی که علیه ارتش کشور می جنگد و فعالیت های ضد دولتی انجام میدهد گروهی شورشی است او گفت که مبارزه با نهادهای امنیتی ملی و انجام فعالیت‌های ضد دولتی شورش است و ربط به جهاد ندارد شرکت کنندگان در نشست فتوی محمد تقی عثمانی را تصویب کردند این مفتی پاکستانی گفت که اسلام آباد با هماهنگی با علمای دینی و مشایخ سیاست واحد را برای پر کردن شکاف ارتباطی و رفع اختلافات مذهبی در راستای تامین صلح و ثبات در این کشور در دستور کار قرار داده است این مفتی پاکستانی با اشاره به سفر چند ماه قبلش به افغانستان و دیدار با مقام های طالبان گفت است که این گروه نیز از فعالیت های تی, تی پی ابراز نارضایتی کرده بودند. قبل ایاز رئیس شورای عقیدتی اسلامی در کنفرانس مقابله با افرادگرای خشونت آمیز گفت که حمله های خشونت تمام ملت پاکستان را برای مقابله با تهدید تروریسم متحد کرده است. فضل رحمان خلیل یک از علمای دینی پاکستان در این کنفرانس بر ضرورت هماهنگی و پر کردن شکاف بین علمای افغانستان و پاکستان نیز تاکید کرده است به نظر می رسد که این روحانی پاکستانی خواستار صدور فتوای علمای افغانستان در ارتباط با فعالیت های مسلحانه تحریک طالبان پاکستانی در کشور خودشان است با پایان مهلت آتش بست میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان این کشور در ماه نوامبر سال گذشته حملات خونبار را شاهد بود که در طول سالهای گذشته بی پیشنه انوان شده است. علمای پاکستانی در حال میخواهند از علمای افغانستان فتوای تکفیری طالبان پاکستانی را بگیرد که در 20 سال گذشته همواره تمام مخالفان دولت افغانستان و گروه تروریستی را تشویق میکردند که در خاک افغانستان حملات انتحاری انجام دهد و آن را جهاد عنوان میکردند. این در حالی است که حکومت پیشین افغانستان با وجود فساد گسترده در سطح بزرگ و کوچک اما از هر لحاظ نسبت به طالبان و حکومت پاکستان اسلامی تر بود.